سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 24 اپریل سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی هایید. اینک خبرهای مهمی تاجیکستان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. چرا نظام ددفشینه در تاجیکستان راهی حل ندارد؟ حمله از خاک افغانستان به تاجیکستان؟ بازداشت خواهرزاده شمسی دینی سعید؟ نواری در شبکه‌های اجتماعی دور می‌زند که در آن لاتوکوبی نواسکران از جانب سربازان دیگر نمایش داده می‌شود. کاربران به این نوار واکنش‌های گوناگون دارند. معلوم نیست این نوار کی و از کدام پایگاه نظامی تاجیکستان ثبت شده است. ولی دیده می‌شود که یک گروه سربازان قبلا به ارتش رفته چند نواسکر را به دیوار راست مانده بی‌رحمانه لاتوکوب می‌کنند. کاربران تخمین می‌زنند که بنا به نوع لباسشان آنها سربازان نیروهای مرزبانی کشور هستند و آن تابع کمیته دولتی امنیت ملی است که رهبریش با دوش سیمومی نیاتیموف می باشد. یکی از کاربران می گوید ارتش چنین است، می برند تا مردن می زنند. این نوار گواه این گفته هاست و واقعیت حال همین است. همچنین دیگری نوشته کی می خواهد بعد این نوار فرزند خودش را روانه خدمت کند؟ کاربر با نام شیما شیما می نویسد که فرزندانم را هیچ وقت نمیمانم خدمت کنند. اما تا حال وزارت مدافع و دیگر نهادهای مربوطه این حادثه را شرح ندادند. در واکنش به این نوار کاربران زیاده میپرسند که چرا مقامات 20 سال باز نمیتوانند نظام ددفشینه یا خود کلانسالاری در ارتش را از بین برند. با گفته اکثری آنها چنین بدرفتاری ها که از زمان ابله و شدن سرباز شروع میشود و تا داخل ارتش و حتی بعد از آن هم ادامه مییابد، خانواده ها را نگران کرده دیگر کسی نمیخواهد فرزندش را برای حمایه وطن فرستد. در تاجیکستان نظام بدرفتاری در ارتش از زمان تاسیس آن تا کنون، یعنی از سال 1993 تا امروز ادامه دارد. همساله مقامات کمیسیرت های حربی در کوچه و بازارها و حتی از داخل خانه های خواب جوانان را مجبوراً باز داشته و به ارتش میبرند. به سبب این گونه بدرفتاری ها در ارتش سالانه ده ها سرباز معیوب و یا کشته می شوند و کسی هم جوابگر نیست. بر اثر زد و خورد های مسلحانه در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان تعداد از دو طرف کشته و زخمی شدند. بنا به اطلاع منابع از تیوی از جای حادثه، در مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان میان سربازان تاجیک و چند جنگجویی که در مناطق نزدی سرحدی افغانستان حضور دارند زد و خورد مسلحانه صورت گرفته است. با گفته یک افسر نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که نخواست نامش فاش شود، چند نفر از جنگجویان تاجیک مقیم افغانستان وارد خاک تاجیکستان شده سوی مرزبانان تاجیک تیرک شدند. میان جانب ها زد و خورد صورت گرفت. در همین حال تاجیدین سروش، روزنامه‌نگار افغان، در حساب تویتریش خبر داده است که 21 اپریل سال جاری یک جنگجوی انصار الله و دو عضو طالبان از منطقه درواز بدخشان می‌خواستند وارد تاجیکستان شوند، اما در این حالت با مرزبانان تاجیک روبرو شده یک نفری آنها زخمی شده است و آنها از راه خود برگشتند. یک کاربری دیگری افغان با نام سعید اورفان برزگر در حساب تویترش از وارد شدن یک گروه جنگجویان به قلمرو تاجیکستان خبر داده است. بنا به نوشته او، چند روز پیش یک گروه 4 نفره تروریست های تاجیک از ولایت بدخشان افغانستان وارد تاجیکستان شدند. روزهای اخیر مرزبانان تاجیک به طور جدی در جستجوی این افرادند. در همین حال یک منبع دیگری از دتیوی خبر داد که مقامات عملیات جستجویی را بر علاوه ولایت مختار کوهستان بدخشان در ناحیه های تابع مرکز هم آغاز کردند. یک و یک بار زیاد شدن پلیس و سربازان در بعضی از دهها و کوچه ها ساکنان کشور را نگران کرده است. گفته می شود رهبر جماعت انصار الله محمد شریپوف، معروف به مهدی ارسلان، زاده دهه شربگیان جماعت سفید چشمه ناحیه نوراباد، یعنی از ناحیه های تابع مرکز می باشد. با وجودی آن که مقامات تاجیکستان این حادثه را تا حال رسما شرح ندادند، از دتیوی در تکیه به دیگر منبعها جزئیات جدید این حادثه را پیگیری میکند. مقامات ناحیه کوشانیان خواهرزاده شمس‌الدین سعید، عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت و بر ضدش با ماده 307 پرونده جنایی باز کردند. این در حالی است که یک ماه پیش فرزندش عبدالله شمس‌الدین را مقامات تاجیک برای یک لایک زیر کدام پست در فیسبوک برای 7 سال محکوم به زندان کرده بودند. روز 22 اپریل شمس‌الدین سعید در تماس با ازاد تیوی بازداشت خواهرزاده‌اش سعیدف سیدوماری 31 ساله را تصدیق کرده گفت که مقامات شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه کوشانیان روز 18 اپریل سال جاری او را دعوت کرده، پس از چند ساعتی بازپرسی درباره من
بازداشت و علیهش موافق ماده 307 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز کردند. کوشش های مادرش برای دیدار با فرزندش نتیجه نداده است. بنا به اطلاع منبع، سعیدوف سعیدعمر که اویلادار و انتظار تولد اولین فرزندش بود با آن متهم میشد که گویا با خود شمس‌الدین سعید در ارتباط بوده است. اما شمس‌الدین سعید میگوید نزدیکانش از ترس فشار مقامات هیچ ارتباط با من نداشتند. شمس‌الدین سعید میگوید که پس از بازداشت سعیدعمر، کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه حسین‌زاده سفر و قربان‌زاده بوری‌خان به یگان اجازت رسمی خانه زیست خواهرش را کافتوکاب نموده، تلفن‌ها و پاسپورت‌های مادر و پسر را با خود بردند. این عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاکید میکند که بازداشت خواهرزاده‌اش ادامه فشارهای مقامات بالای اوست. باید اولا تاکید کنم که ما واقعا با خواهرها و نزدیکانمون، دوستامون که در تاجیکستان هستند، به سبب اون که بالای آنها فشار نآید تقریبا هیچ ارتباطی نداشتیم. حتی در وقت اینکه همین سعیدعمر ازدواج کرد، پیام تبریکاتی را هم توسط یک نفر دیگری به او رسانده بودیم. برای همین الان که می خواهیم یک معلوماتی هم بگیریم، خیلی مشکل است، زیرا تمام تلفن های خواهرم را و سعیدعمر را همه را از خانهشون گرفتند، بردند و به دستشون نمیدین. تا این دم که امروز روز دوشنبه هست، تلفن ها را با آنها باز نگرداندند. اما خبرهای دقیق این است که بعد از آنکه 18 آخرین مراتبه از منزلش رفت، باز هم دعوتش کردند برای کدام بیانات دادن، که قبلا دو مرتبه هم خواهرم و هم سعیدعمر را مثل که بیانات گرفته بودند، از موضوعشان هم ارتباطی با من و این 18 بردن، دیگه باز نگشت. فقط روزی شنبه معلوم شد که او در بازداشتگاه است و پرونده کشادند و او را با ماده 307 عبدار میکنند. جزئیاتی روشنی دیگر نداریم، ولی امروز موفق شده است خواهرم که برود و خوراک بدهد در همون سیزای قرغان تپه، خوراکش هم بگیرند و از اون طرف هم یک کاغذ تاییدی اینکه گرفته است خوراک را و بعض لباس و اینها را سفارش داده است به دست خواهرم رساندن. این واقعیت امروزه کشورمون است که بعد از بازگرداندن و زندانی کردن عبدالله پسرم به مدت 7 که این حالا در زندانی یکومی به نام سویتسکی معروف است، یکوم سویتسکی در کارانتینه می باشد، اینک خواهرزاده ام را هم به مثل که میخوان با همین عیب های ساخته او را به زندان برند. من نمیتوانم این عمل کردی حکومت را چگونه یک بها بدیم جز یک فشار بالای کسانی که نمیخواهند اون ظلمت تاریکی را که بالای مردم آوردن قبول کنند، و از این جد میخوان هر فشاری که هست بالای، اگر مستقیم بالای ما نتوانستند، بالای اونها برد. یکی از چیزهای خیلی هم بدبختی و شرمنده آور رژیم این است که در همون روزهایی که سعیدعمر رو مثل که می بردن برای زندان کردن و تصمیمشون را گرفته بودن، از این طرف پیام هم به من روان کردن که اگر شما دست از این تظاهرات و از اینها بکشید، شاید آسانتر شود برای اینکه عبدالله، شاید سبوکه برای عبدالله بیاید. و در همین روزها، عیناً در همین روز که پیام به من رسید، علاکی برادر خواهرزاده‌ام را به پلیس شهر قرآن‌تپه کشیده بودند و پرونده باز میکردند. این هم چهره درویه‌بازی و منافق‌گری اونها. گرچند که ما قبلا هم به این از تجربه که داریم هیچگاه به این عمل کردی اونها باور نداشتیم، ولی باز هم بار دیگر نشان دادند که جانب رژیم باور کردنی نیست.
یعنی از آنها هر پسته را انتظار شدن ممکن است. نتیجهش همون پیام فرستی و بعدا زندانی کردنی فرزند دیگری از خاندان ما. این تقریبا خبرهای اخیری است که در دسترس دارم. گفتم شاید مفتش محمودزاده فرهاد پرونده سعیدوف سعید عمر را پیش میبرد. یادآور میشم که مقامات تاجیک پس از اخراج عبدالله شمسدین پسر شمسدین سعید از آلمان به تاجیکستان 29 مارس سال جاری او را با ماده 307 قسم 1 کدکس جنایتی تاجیکستان گناهکار دانسته 7 سال از آزادی محروم ساخت. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز. بینندگان عزیز میتوانید شرح مفصل اخبار بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دوتیبی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دوتیبی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.